هواداران خودی 3-1 به مقاومت یزد بازی رو واگذار کردن. عادل غلامی سرویس رو زد، پاس پاش ایگدری، یه دفاع تره تمیز دو نفره. بنیامین ایگدری قطباسار تیم سایپا، سرویس پر قدرت، دریافت اول از رحمان داوودی، چه دفاعی میکنه سیفینی های کوتاه قامت، تک دفاع دیدنی. چه صحنه آیسته ایگدری، بازم پر قدرت، بهبودی این بار منطقه دو رو میبینه، صابر توپش نمیخوابه، بابک امیری با کمک دست دفاع. ایگدری به دست رحمان داوودی، خودش که دریافت نور رو هم انجام داده بود در انتهای زمین. داوودی سرویس رو زد، پر قدرت، سیفینیا رها میکنه، بهبودی هستش جای خالی رها کنه، باز هم سایپایی قدر این توی برگشتی رو نمیدونن تا صابر کاظمی، بازیکنی از خطه کرمانشاه. سرویس پرشی کنترل شده، خیلی خوب زد، تو برمیگرده سیفینیا. مشاهده کردیم سیفینیا روی دستان علیزاده، منطقه 4، صابر کاظمی توپش نمیخوابه، سیفینیا فرهادی رو میبینه، به سر دفاع برخورد کرده، در این توی زمین رحمان توپگیری رو انجام داد، صابر کاظمی از منطقه 4 بازم خیلی خوب توپگیری کرد، بابک امیری، فرهادی در زمین ارومیه، چه نقشی داره بهبودی؟ این بار قاسم کارخانه رفت منطقه 2، میبینه تا کسب امتیاز کنه قاسم کارخانه. سیفینیا کار سرعت به زیبایی هرچه تمامتر انجام شد و سیامک افروزی یک پوان سرویس رو به دست میاره فرهادی. سرویس کنترل شده، صابر پر قدرت، پر قدرت و یک ایس دیدنی. باز هم پر قدرت، دریافت خوب نیست، امیری با کمک دست سه رحمان داوودی، محمد راق دریافت اول، سیفینیا آبشار پر قدرت، چه توپگیری رو انجام میده رحمان، برمیگه در زمین سایپا، موجود دوم حمله ایگدری، این بار صابر کاظمی خیلی خوب با سایت توپ جمع و جوری برای خود صابر و دفاع. یک مدافع در مقابل اندای قامت زاده شهر بروجرد، سرویسش رو میزنه به لبه تور، هم برخورد کرد، منطقه 4 و امیر حسن فرهادی مدافع وسط سایپا، خود بنده سرویس رو میزنه، رحمان با پنجه دریافت و انجام میده، صابر کاظمی دفاع شد اما این دفاع به اوت میره. 14-14 نداره در این دوره لیگ. کاپتان بهبودی سرویس رو زد، خوب هم زد، سیفینیا تو میده به بنیامین، تو برمیگه در زمینه ارومیه، یک جای خالی رها کرد عادل غلامی، تو بهش نخوابید، فرهادی با دست دفاع بازی کرد، عرض کردم لحظاتی پیش، و باید هم ناصر شهنازی اینگونه خوشحال باشه. ارومیه سجاد سیفینیا پر قدرت، ساعت های همیشه عالیه، علیزاده تو با میرسونه اما قدر این ساعت رو صابر نمیدونه. سیفینیا باز هم علیزاده دریافت اول، میرسه توپ گیری در زمینه سایپا، خیلی خوب انجام شد، باز هم با دست دفاع بازی کرد، باز هم امیر حسن فرهادی به نیمکت ذخیره ها بفرسته، باز هم سیفینیا سرویس رو میزنه، خوب هم زد، اشتباه علیزاده، توپ گیری در زمینه سایپا، امتیاز اشتباه به دست خواهد آمد، بله باز هم با هنر نماییه امیر حسن فرهادی به جای صابر کاظمی. سیفینیا خیلی پر قدرت سرویس رو زد این بار، گیری در زمینه سایپا برگشته، تو به برگشتی بنیامین ایگدری، سجاد کماکان در خط سرویس قرار داره، تو گیری عالی از حمید محمدعلی، قاسم کارخانه دریافت از لیبروی تیم گنبد، توپ گیری در زمین سایپا، توپ برگشتی، صابر باید استفاده کنه و این اتفاق میفته، قاسم کارخانه
سرویس رو زد محمد علی در هفته اول پاس پشت فرهادی توپگیری از عبدالرضا علیزاده خیلی عالی بود عادل با سایت رو برمیگردونه سفینیا چه نقشه‌ای داره باز هم پاس پشت با دست دفاع کار کرد اعتراض شدید بازیکنان ارومیه پورکاشیان امتیاز رو داده به سایپا بر خودش رو فرا میخونه وحید پورکاشیان و با مشورت گرفتن از خط نگهدار خودش امتیاز رو به ارومیه میده حالی شورکاوی به زمین اومد یک پوینت سرویس رو میگیره قاسم کارخانه 19-18 حالا اختلاف به حد اقل میرسه شد 22 حالا باز هم دریافت خوب نیست ایگدری و باز هم دفاع دو نفره صابر کاظمی و عادل غلامی غلامی دریافت با بابک امیری و بنیامین ایگدری مدافع وسط سایپا سرویس رو میزنه روی سایت های قاسم کارخانه دریافت خوب نیست آبشاری که میزنه صابر کاظمی به دست مدافع برخورد کرده و وحید پورکاشن امتیاز 25م رو به ارومیه داده 25-21 دست اول پایان میرسه صحبت سرویس داده علیزاده با 5 دریافت کنه صابر کاظمی جای خالی تو گیری در زمین سایپا ایگدری دفاع شد همین ایگدری سرویس پرشی لبتون هم برخورد کرد صابر دریافت اول رو میرسونه عادل غلامی خیلی مصوبان توپش نخوابید بابک امیری کاپیتان ارومیه خیلی خوب توپگیری میکنه صابر کاظمی در انتهای زمین توپگیری رو امیر حسن چقدر عالی انجام میده تا رفته برگشت تا ادامه داشته باشه و صابر آبشار رو به تور بزنه چپ دسته 2.5 متر سرویس رو میزنه سفینیا کار عالی یک پایپ رو طراحی کرد سفینیا و هنوز قهرمان نشده در طرف مقابل ارومیه هم هنوز قهرمان نشده آبشار از منطقه سرویس باز هم امیری این بار پرقدرت کارخانه دریافت اول خوب میرسونه به بهبودی و خودش هم یه طراحی کاپیتان کسب امتیاز میکنه دریافت خیلی خوب است علیزاده با دست دفاع بازی کرد قاسم توپش نخوابید سفینیا برای چه بازی کنه منطقه 4 امیرحسن فرایی تو گیری در انتهای زمین دست علیزاده قاسم رد میکنه سفینیا باز هم فرهادی رو اعتماد میکنه و جواب اعتمادش رو میگیره از روی دستانه کاپیتان بهبودی هفتمین امتیاز رو به دست میاره سرویس میزنه با سایه دریافت میکنه بابک امیری فرهادی تو گیری از زمین انجام نمیشه آبشاری که فرهادی زد به دست مدافع هم درخورد کرد ارومیه بازی رو برد با چند دفاع خوب و استفاده از توپای برگشتی حالا قاسم دفاع میشه جاوید اسماعیل زاده به جای قاسم به زمین اومد در تیم ارومیه دریافت و پنجه بهبودی کار سرعت عادل غلامی پر قدرت سرویس رو زد دریافت از فرهادی در این زمین توپ گیری شد صابر کاظمی رو میبینه جاوید پرشی سرویس رو میزنه به لبتون هم برخورده دریافت اول با لیبرو منطقه 4 بابا کمیری چه دفاع عالی جاوید اسماعیل زاده سرویس رو باز هم خوب میزنه سیفینیا پاس هم میکشه منطقه 4 و باز هم بابک امیری دفاع میشه و باز هم صابر کاظمی که حالا این بار در کنارش عادل غلامی هم حضور داشت 3-1 به سپاهان باخت پاس گرگان 3-1 اورسان رو شکست اجازه بدید این صحنه رو ببینیم آبشار دیدنیه میبینیم سرویس پرقدرت تا کجا میاد سجاد رو برمیگردونه دریافت با پنجه و بهترین گزینه سرعت از روی توپای برگشتی که حالا علیرضا بهبودی نهایت استفاده رو میبره بازیکنی از خطه عقلا سرویس رو میزنه پرقدرت
تو برمیگرده در زمین، بهبودی چه نقشه داره روی توپ برگشتی؟ کار سرعت و سعید مصطفی وند 13-12 بابک امیری، تو گیری ناقص، دریافت ناقص از جاوید بابک. به سایت های داوودی، محمد علی قانونی بری پاس میده، آبشار دیدنی فرهادی. بعد از توپگیری رحمان به سقف سالن برخورد کنه تا باز هم دو امتیاز پیشی بگیرن. مشاهده میکنیم 15-14 در گیم دوم به سود تیم 13 همه جدول. دریافت از فرهادی، آبشار دیدنی، خداوند لو سرویس خوبی رو زد، علیزاده توپو میرسه با ساعت صابر، سر مدافع هم برخورد کرد. آبشار صابر 16-15 مصطفی وند. محمد علی دریافت اول، پاس پشت کرمی، اولین امتیازش میکنه. پرشی سرویس میزنه، بابک امیری دریافت اول میرسه، بهنژاد برای فرهادی که دفاع میشه. پورکاشیان سوت رو زده، بهبودی سرویس رو میزنه، دریافت از لیبرو، پاس پشت آبشار خیلی خوب است فرهادی، تلاشه بی نظیر عبدالرضا علیزاده، سرویس رو میزنه، سرویس خوبی رو هم زد، تو برمیگرده زمین سایپا سلفینیا، چه نقشه ای امیری رو صاحب توپ میکنه، توپش نمیخوابه، بهبودی برای صابر، آبشار رو خیلی خوب میزنه، کارخانه رو باز هم هدف قرار میده و باز هم دریافت خوبی رو نمیبینیم. دفاع شد صابر اما این دفاع به اوت رفت. سرویس رو میزنی روی اصلا بابک امیری، سیفین یا کار سرعت تو نمیخوابه، موج دوم حمله برای ایگدری، دومی هم دفاع میشه انجام دادن سایپایی ها. ایگدری سرویس پر قدرت، علیزاده خیلی خوب دریافت رو میرسونه منطقه 4، آبشار خوب، صابر کاظمی سرویس خیلی خوبی رو زد، باز هم دریافت اول خوب نیست اما آبشار بابک امیری همه چیز رو در زمین سایپا جبران میکنه. 2-2 سرویس خیلی خوبی رو زد قاسم به سمت توپ رو میرسونه و آبشار دیدنی رحمان داوودی. محمد علی رحمان داوودی، محمد علی دریافت اول رو میرسونه منطقه 4، توپ گیری کامل نیست توسط علیزاده تا 25-23 به حساب کار دو تیم. امیر حسن فرهادی هم در رتبه 4 قرار گرفته، سرویس امیری به تور برخورد میکنه، پاس پشت توپ گیری در زمین سایپا، لیبرو حمیدی محمد علی پاس میده تا ایگدری چسم امتیاز کنه. امیری باز هم پر قدرت، دریافت خوب نیست، دریافت قاسم کارخانه جای خالیش نمیخوابه، محمد علی امیری توپ رها میکنه، حمله در زمینه ارومیه جای خالیه، بهبودی نخوابید و دفاع میشه، باز هم خوب زد، این بار فرهادی دریافت میرسونه، سفینه برای خود فرهادی که دریافت کرد و انداره یک دفاع خوب در سود خود دمید. بهبودی سرویس رو میزنه، این بار کنترل شده، باز هم امیر حسن فعلی در انتهای زمین، رحمان توپ گیری رو انجام میده، بلافاصله بهبودی رو ببینید نام داده، بهنژاد پاسور تیم ملی نوجوانان رو در زمین قرار داره تا تجربه بیشتری رو کسب کنه، چه پاسی داد به بابک امیری. امیری خوب سرویس زد، سختی قاسم دریافت رو میرسونه، صابر کسب امتیاز میونه با کمک دست دفاع. کار عالی، کار عالیه، بازیکنان سایپا رو دیدیم در این صحنه، بهبودی خیلی خوب سرویس زد، بهنژاد پاس پشت با امیری کرمی دارن هماهنگ میشن، داوودی با پنجه برای صابر، مسیر مستقیم رو انتخاب کرد، هم سوس رو زد، بهبودی سرویس رو میزنه، محمد علی دریافت خوب میرسونه این بار و آبشار دیدنی شورکابی. دریافت با کرمی،
کرمی آبشار رو زد، اسخای میکنم. دلم برخورد کرد. سرویس کمال آبادی کار عالیه بازیکنانه. سایپا در توپگیری. ارومیه میزبان سپاهان در قدیر ارومیه. سرویس خوب و توپی که برمیگرده و شورکابی رو تون آماده بود. حالا اختلاف کم میشه به دو رسته 18-16. ولی مریوانه کنالی باز هم خوب سرویس زد. داوودی دفاع شد، دریافتا خیلی خوب نمیرسه به علیرضا بهبودی، ما هم ثبت بشه. باز هم کمال آبادی این بار علیرضا دریافتو میرسونه. صابر کاظمی بالاخره روند امتیازگیری سایپا رو قطع میکنه. امتیاز 19 شورکابی سرویس رو زد، باز هم روی دستان کارخانه. صابر کاظمی به اون نداد، سرویسش رو دریافت و پنجه. صابر کاظمی علیرضا بهبودی خوب سرویس زد، دریافت عالی از بابک امیری باعث میشد شورکابی بازیکن سرعت زن 23-22 کنه. حالا حساب کار رو قاسم کارخانه. سرویس زده شد، خوب هم زده شد و عادل غلامی روی تور آماده بود تا 25 امتیاز رو ثبت کنه. در زمین حاضر شد اما سایپا با یکی دو تا تغییر به زمین آمده. آبشار فوق‌العاده از کمال آبادی از منطقه 4. کارخانه دفاع شد، حمایت شد توسط رحمان، باز هم کارخانه این بار دیگه حمایتی نشد. جعفروند و بهنژاد دفاعش کردن. 5-4 سایپا در این سالن برگزار شده. بهنژاد یک طراحی بسیار خوب، باز هم کاپیتان بهبودی. حمید محمدالدین این بار دریافت خیلی خوب میرسونه تا جعفروند هم یه آبشاره دیدنی رو روانه زمین ارومیه کنه برای این سرویس. دریافت نچندان مناسب تاسته کارخانه، یک جای خالی هنرمندانه. 17-15 جعفروند، رحمان با ساعت پاس پشت، صابر کاظمی. صابر کاظمی پر قدرت سرویس رو زد، به سختی توپو برمیگردن در زمین ارومیه. چه نقشه‌ای بهبودی اجرا خواهد کرد، باز هم توپگیر خوب بابک امیری. آبشاری که بنیامین میزنه و دو مدافع در مقابلش قرار داشتن. امیباد برگردیم به مسابقه. صابر کاظمی سرویس پر قدرت به لب تور برخورد کرد، تبدیل به امتیاز 21 شد. حتی لحظاتی قبل بازی کنه نوجوان و جوان کشورمون انگیزه های بسیار زیادی دارن. تو گیری در زمینه سایپا برمیگرده. دومین حمله بهبودی، پاس پشت صابر رو انتخاب کرد. شورکابی چه توپ گیری رو انجام داد. کرمی رفت برگشت و ادامه داره. ببین میگن یه والیبال ناب در لیگ برتر کشورمون. امیری و کسب امتیاز 19. سرویس رو میزنه جعفروند، پاس با ساعد داده میشه چون دریافت اول مناسب نبود. قاسم کارخانه این بار کسب امتیاز میکنه. جواد معنوی نژاد و امیدواریم بازیکن مصدوم دیگه ای نداشته بود. در مسابقات تیم ملی کشور موفق باشیم. یک دفاع مستقیم، دفاع عالی دست جعفروند جوان مقابل عادل با تجربه. تا پایان این دیدار امیری سرویس پرقدرت اما بی‌دقت امیری امتیاز 25 رو ثبت میکنه برای شهرداری ارومیه تا 3-1 تیم میهمان یعنی ارومیه سایپای میزبان رو شکست بده.